آقای نیکو نژاد، تیمی که شما عضوش بودید، ببینید اصولا شیرجه امروز با شیرجه 20 و 30 سال پیش از لحاظ تکنیکی، از لحاظ سطح تکنیکی، از لحاظ ظریف‌های سختی کاملا متفاوت. یعنی در واقع شیرجه خیلی پیشرفت کرد، اما در اون شیرجه هایی که اون دوره شما میرفتین یه زیبایی خاصی، یعنی بیشتر به زیبایی ها توجه میشد تا سختی حرکت، و به نظر من میشه گفتش که یه مقدار بیشتری به جزئیات توجه میشد. در این حال هم آسیباش کمتر بود و کلا ورزش دوست داشتنی تری به نظر میومد. اصولا حرکات اختیاری و حرکات دوست داشتنی تری به نظر میومد و زیبایی خاص خودش داره. شما به عنوان یک کسی که در واقع دوره خوب و دوره طلایی شیرجه ایران جز به تیم ملی بودیم و مطمئنم که خاطرات بسیار خوبی دارین و حالا شروع میکنیم به دیدن بعضی از عکس‌ها و اون دوستان، میخوام یه مقداری از اون دوران، از حال و هوای اون دوران که به قول خودتون خیلی مسابقات و اردوهای تدارکاتی و لیگ و پول در آوردن به اصطلاح از این ورزش نبود و تنها چیزی که وجود داشته عشق بوده و صفا و صمیمیت. دوست دارم یه مقدار راجع به اون برای بیننده ها و علاقمندان به شیرجه صحبت بکنید تا ما یه سری عکس بگیریم. حالا میگم جو شیرجه تو موقع اردوهای قهرمان کشوری یا تو موقع مسابقه قهرمان کشوری آموزشگاه هم داشتیم، اون موقع البته باشگاه نه، چرا باشگاه هم کوچیک داشتیم، لیگ کوچیک تهران خودش داشت، ولی به این سازماندهی که بعد از انقلاب مطرح بود شیرجه نشد. اینجا عکسی که شما نشون میدین آقای، فکر میکنم آقای علی حسینی هستن، این آقای عسکری هستن، آقای امید حیدرپور و این تو کنم محمد عسکری هست. بله این اتفاقا این عکس باید فکر میکنم مال یه 23 4 سال پیش باشه فکر میکنم، چون من یادم میاد وقتی مربیگری میکردم محمد عسکری شاگرد من بود. تو این عکس فکر کنم حداقل ایشون بعد یه مال به قول معروف 25 6 سالش هست. اینا بکنم عکسای مال، فکر میکنم این مال عکس زمان من آخرین مسابقه بود تو ایران که تقریبا من اینجا قهرمان کشور شدم توی تخته و میتونیم بگیم اولین بار آقای عباس خلیقی من گرفتم. آقای خلیقی همیشه یکی از قهرمانان معتبر ایران بودن و خیلی تو کارشون هم خیلی قول معروف، یعنی واقعا یکی از تخته روهای خیلی خوب ایران بودن و همچنین سکورو. این بعد این هم همون رژه مال مثلا کشوره، از میبینی این عکس رو نشون میدیم مال اول، چون نشه فرید رازیان اتفاقا که از بچه‌های خوزستان بود، ایشون قبل از انقلاب تو تظاهرات شهید شد یا کشته شد، حالا هر کی بسکی چه دیدی بخوام مطرحش کنی، بعد از قبل از انقلاب کشته، بعد از انقلاب براش مسابقات بکنم قرار کشور سال بعد و به نام ایشون گرفته بودن که داریم میبینیم. جالبه این هم باید تو سقه آزادی باشه. این عکس فکر کنم مال همون دهه بکنم 50 و 60 باشه و آزادی است. بله آقای خلیقی و آقای حسینی. اینم من و آقای امید درپور که ما از بچگی با هم بزرگ شدیم، چون ما از 3 سالگی قبل از که اصلا وارد شیرجه بشیم با هم بودیم، مثلا توی محله بزرگ شدیم.